تاثیر اولیه شما کردید. جمله که آقای یونسی گفت به زمان It's not just what the actor is doing emotionally. Skeleton, you now can drive a computer generated character. The intent is to Oh, yeah, everyone's very excited. در برنامه این هفته دریچه که از شبکه تلویزیونی AMG خدمت شما بینندگان عزیز ارائه میشه، دو فیلم سینمایی رو معرفی میکنیم. یک فیلم هالیوودی با عنوان سرنوشت خشمگین و یک فیلم ایرانی با عنوان ملی و راه‌های نرفته‌اش. با ما همراه باشید. سرنوشت خشمگین که با عنوان‌هایی نظیر سریع و خشن 8 و خشن 8 نیز شناخته می‌شود، یک فیلم اکشن آمریکایی به نویسندگی کریس مورگان و کارگردانی اف گریگری است. این هشتمین قسمت از مجموعه فیلم‌های سریع و خشن به شمار می‌رود. این فیلم شامل بازیگرانی همچون وین دیزل، شارلیز ترون، دوین جانسون، میشل رودریگز، تریسی گیبسون، لودا کریس و جیسون استاتهام می باشد. سرنوشت خشمگین توانست در هفته اول اکران با فروش 532 میلیون دلاری رکورد فروش آغازین تاریخ سینما را از آن خود کند. این رکورد قبلا در اختیار فیلم جنگ ستارگان نیرو برمیخیزد در سال 2015 بود. Are taking this personal. You were only supposed to create a diversion, Roman. That was complete destruction. What you want from me? I'm Roman Pierce, man. That's what I do. Phase two. Phase two? What's phase two? Bounds away. Holy sh! You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw. But your family. The hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me. He's about to go up against the only thing they can't handle. You. Did you ever think you'd betray your family the way you did today? Dominic Toretto just turned on us. Well, well, well. Do you look at that? I don't know why he's doing this, but that wasn't dumb. She's the very definition of high-tech terrorism. And now, she's working with your guy. I think I found my team. This should be interesting. You wanna play like that? This is impossible. Which is why you're gonna need a little help. I will beat you like a Cherokee drum. Fat, we are about to go all night. Oh, it took longer than I expected. If you're gonna catch Dom, you guys are gonna work together. Surprise. I just fell in love. I've been waiting for this. We got a tank. Let's roll. I don't know if the old Dom is in there. I don't give a damn. I'm taking you down. Toretto, let's play. Why are they shooting at me? I don't know. Maybe because you're in an orange Lamborghini? Shut up, Tess! Switch it up, like. Switch it up, speaker box, blast. Speaker box, blast, go rat-a-tat-tat. In fact, we about to go up like. We're gonna need a bigger truck. Hey,
back on family. در داستان این فیلم شاهد آن هستیم که دومینیک تورتو همراه با نامزدش برای گذراندن ماه عسل به کوبا سفر می کند. در آنجا زنی تبهکار به نام سایفر به او پیشنهاد همکاری می دهد و از او می خواهد تا به او و گروه تبهکارش بپیوندد. سایفر فیلمی را در موبایلش به او نشان می دهد و تورتو همکاری با او را قبول می کند. تورتو رو در روی دوستانش قرار می گیرد و همین موضوع باعث تعجب دوستانش می شود. در ادامه دلیل همکاری تورتو با سایفر مشخص می شود. سایفر برای نشان دادن جدیت خود، النا یعنی همسر سابق تورتو را می کشد. در این بین، آقای هیچکس بار دیگر گروه تورتو را دور هم جمع می کند و از دکارت شاو نیز می خواهد تا برای پیدا کردن تورتو و سایفر با گروه تورتو همکاری کند. هدف سایفر دزدیدن یک زیردریایی اتمی است. هابز همراه گروه تورتو به روسیه می رود تا جلوی سایفر و تورتو را بگیرد. در پایان، شاو که به طور پنهانی به واسطه مادرش با تورتو ارتباط برقرار کرده به هواپیمای سایفر نفوذ می کند و به تورتو کمک می کند و این بار ورق بر می گردد. در قسمت نقد فیلم می توان گفت فیلم با لحنی ملایم با نمایش دام به بازی ون دیزل و لتی با بازی میشل رودریگرز آغاز می شود که روزهای ازدواج خود را سپری می کند. پس از برنده شدن در یک مسابقه خیابانی دام توسط سایفر استخدام می شود و به او پیشنهادی می دهد که نتواند رد کند. کمی بعد طی مأموریت با هابز و دیگر اعضای گروه دام کلک می زند و خیانت او گریبان همه را می گیرد و هابز به زندان می افتد. جایی که او با دشمن قدیمی دکارت همپیمان می شود. در نهایت سایفر و دام علیه همه دست به اقدام می زند و مشخص می شود که برگ برنده سایفر چه بوده و چه چیز باعث تهدید امنیت جهانی شده و باعث شده که دام به دوستان و همتیمیان خودش خیانت کند. ون دیزل ششمین تجربه سری و خشنی خود را پشت سر می گذارد. او عملکردی زامبیگونه دارد اگرچه در نقش اول فیلم است. شوخی های آقای راک با جیسون استاتهام جز نکات مثبت به شمار می رود. ضد قهرمان این قسمت، شارلیز ترون عملکردی منسجم از خود به نمایش گذاشته که تداعیگر پرسوناژ اهریمنی آلن ریکمن در جان سخت بود. اما بهترین و پیچیده‌ترین سکانس سری و خشن 8 تعقیب و گریز یک زیردریایی اتمی با ماشین بازی‌های روی یک خلیج یخزده است، چرا که در تمام تبلیغات فیلم روی این سکانس تمرکز بیشتری کرده است. سکانسی که قلب این فیلم است و اگر بعد از آب در می‌آمد مطمئناً روی کل اثر تأثیر منفی جبران ناپذیری می‌گذاشت، اما خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد. سکانس زیردریایی به راحتی می تواند لقب جنون‌آمیزترین سکانس کل مجموعه را به دست آورد. با تعقیب و گریز طرفین که نه تنها در منطقه یک فیلم سینمایی نمی گنجد و بیشتر شاهد نمونه های آن در بازی های ویدیویی بوده ایم، بلکه کم و بیش می توان گفت یک بازی ویدیویی مسابقه هم کارگردانی شده است. فرم کارگردانی اف گریگری با کارگردانان قبلی مجموعه فرق می کند. برخلاف جاستین لین و جیمز وان که سعی می‌کردند اکشن‌ها را با کات‌های پرتعداد، تند و سریع و روان به تصویر بکشند، گری روی قدرت، وزن و سنگینی ماشین‌ها در سکانس‌های اکشن و برخوردها و تصادف‌ها تاکید می‌کند. او به جای شتاب و چابکی ماشین‌ها روی شدت ضربات آنها به یکدیگر تمرکز می‌کند و اگر لازم باشد برای هرچه بهتر منتقل کردن آن به استفاده از اسلو موشن هم رو می‌آورد. چه در وقتی که در یکی از سکانس‌های میانی ماشین‌های طبقات مختلف یک پارکینگ در خیابان سقوط می‌کند و چه وقتی که راک با ماشین مجهز به برفروبش از ناکجا آباد ظاهر می‌شود و ماشین دشمنانش را درو می‌کند.
شاید اکشن های ماشینی سری و خشن 8 پر سرعت و خوشگل تر از فیلم های قبلی نباشد، اما جای خالی آن با انرژی وحشیانه و قدرتمندی پر شده است. Nothing is necessary. You don't know which cops are bought off and which ones aren't. We tell them our guys are drivers. For Rome will know faster and so fast. I see they really scraped the bottom of the barrel. Huh? Here we go. It's the one right here, Justin. You're on the cutting room floor editing, and I'm telling you right now, this is the one. You need to get out of my way, homeboy. I'm a little pissed right now because I'm not as mad as I was earlier. Cool. You still got one up? You saved good enough. Okay, so we... Burner phones, right? Nope. Scrambler. Same number, but they got a micro router to vary the signal path. So Dom is clearly communicating with somebody that operates at a high level. She just got here. She's definitely a 10. What do you say we focus on someone who's not going to be on anybody's list? Who was that? Charlie's the room. Thank you very much. That is a wrap. No. Thank you. It took a while, but I managed to get his classified military records. F8. Shemaya Tyrese, baby. AKA Roman Pierce. We at it again. Sending love from Iceland. Let's go. فیلم سینمایی ملی و راه‌های نرفته‌اش به نویسندگی و کارگردانی تهمینه میلانی و تهیه کنندگی همسرش محمد نیکبین در سال 1395 تهیه و تولید شده است. این فیلم از اواخر شهریور 1396 بر روی پرده سینماهای ایران رفته و با استقبال عمومی مخاطبان روبرو شده است. مدیر فیلمبرداری این فیلم تورج منصوری، فیلمبردار برجسته و قدیمی سینمای ایران است. از جمله بازیگران آن میتوان به میلاد کیمرام در نقش سیامک، ماهور الوند در نقش ملیحه، جمشید هاشمپور، السا فیروزآذر، ستاره اسکندری، افسر اسدی و جمشید جهانزاده اشاره کرد.
زندگی و راه‌های نرفتهش. نمیدم کی پاشو گذاشته رو خرخره زندگی من. اگه بفهمن سنگسارت میکنه. برمیگرده انتقامشو میگیره. خط خطیت میکنه. کار به اونجا نمیکشه. آقا پسر فرار کنه. یه قرشاشو بگیر. من که بالاخره پیداش میکنم. سرکار بیا بریم تو، شاید کشته باشنه. اسمو به خوجی جمع جور کن، الان میرسم. هوا طوفانی. هم طلبی. خودش. فیلمی از تحمیله میلانی. ماهور الوند، میلاد کیمران، السا فیروزآذر، جمشید هاشمپور، افسر اسدی، ستاره اسکندری، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاطخواه، ادیب غریب، ملی و راه‌های نرفتهش. ملشم. موبایل. تهیه کننده محمد نیکبین، نویسنده و کارگردان تحمینه میلانی. پخش از هدایت فیلم به زودی در سینماهای سراسر کشور. ملی و راه‌های نرفتهش. داستان فیلم سینمایی ملی و راه‌های نرفتهش، روایت ملیحه با بازی ماهور الوند، دختر جوانی است که در یک خانواده سنتی و بسته زندگی می‌کند و آشناییش با سیامک با بازی میلاد کیمرام برایش آغاز رویا پردازی های عاشقانه می شود. اما ازدواج و زندگی با سیامک خیلی سخت‌تر از آن چیزی است که ملیحه انتظارش را داشت و حقایقی هست که او قبل از ازدواج نمی دانسته است. فیلم سینمایی ملی و راه‌های نرفتهش به کارگردانی تحمینه میلانی در یک جمله آخرین واگویه‌های مؤلفی است که می‌خواهد روابط زناشویی را از دیدگاه دیگری برای جامعه تعریف کند. اگر خوب به کارنامه هنری میلانی نگاهی بیندازیم، از آتش‌بس تا فیلم اخیرش شاخصه ارزشیابی اخلاقی فرهنگی است که بر پایه آزادسازی محدودیت‌هایی است که دو شخصیت در رابطه باید از خود بروز دهند. ملی بعد از ازدواج متوجه می شود که همسرش شکاک است و مشکلات رفتاری پدرش در کودکی او را به شدت تحت تاثیر قرار داده. خشونت خانگی موزلی است که در گوش کنار شهر و در پشت در و پنجره های بسته هر لحظه در حال اتفاق افتادن است و قربانیانش هم بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی خود مجبور به سکوت هستند. واقعیتی تلخ که میلانی در آخرین فیلمش به تصویر می کشد. حقیقتی است آشکار و مسلماً نیازمند بررسی و واکاوی. میلانی با نمایش مشکلات دختر تنهایی که چاره‌ای جز سوختن و ساختن ندارد، دست روی نقطه حساسی می گذارد و صدای گروه کثیری از بی صدایان جامعه می شود. او یک فیلمساز کاملا فمینیست است و مردان فیلم‌های او همیشه مشکل دارند. در این فیلم نیز از رابطه‌ای سخن به میان می‌آورد که همانند کابوس است و حقیقتی غیر قابل انکار در مورد مردانی که با حکم فرمایی زن را همچون وسیله یا برده‌ای برای خواسته‌های خود می‌بینند. یه بار فقط بسته بکنیم، یه بارم بسته مامو سلام. بله آقا رئیسی. وقتی در با شد جیغ بزن و یه جیغ بلند. الان بایستاد یه هایی اونجا تلفنتو زنگ انگار کرده. الان آقای رئیسی تو رو خدا بهم کمک کنید،
میخواد منو بکشه. ماشین وایستادن و داره میاد. آقای رئیس من چیکار کنم؟ کجاییم؟ نمیدونم. باز به نام خدا رو بگی. بچه کف بزنید. بچه ها ببینید، بچه ها صدا ما همه میشنوین. ما داریم میریم که یه ماه در کنار هم لذت ببریم و یه فیلم خوب بسازیم. از طرف خودم آقای نیکبین و بقیه اعضای گروه از همه تون تشکر میکنم. You now can drive computer generated character. The intent is everyone's very excited.